أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله. اللهم صل على محمد طیبین طاهرین المعصومین. خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد خدمت همشهریان عزیز خودم باشم. ما با طلاب ایرانی زیاد جلسه دارم ولی با طلاب همشهری خود ما کمتر توفیق حاصل میشه. واقعیتش اینه که من به همشهریان خودم خیلی امیدوارم. تجربیات چندین ده ساله ما در ارتباط آموزشی با طلاب به من این نکته را ثابت کرده که همشهریان ما استعداد بهتر و تلاش بیشتری میکنند در آموزش و آموختن و این باعث امیدواری میشه. اگر خداوند توفیق بده، تلاش و استعداد هم در کنارش باشه، امیدهای زیادی نسبت به شماها وجود داره. از خداوند میخواییم که به ما این توفیق رو بده که عمر خود رو در راه رضای او انشاءالله به پایان ببریم. از من گفتم که راجع به اخلاق صحبت کنم با شما. من درس اخلاق ندارم چون در حد نیستم که با شما درس اخلاق. بعضی از مطالب اخلاقی که برای خودم آموزنده بوده است میخوام با شما در میان بگذارم. آدم تا وقتی جوان است خیلی متوجه مسائل اساسی زندگی نیست، ولی وقتی سنش بالا میره، مثلا 40 سال 50 سال بیشتر میشه، یک دفعه متوجه میشه که خب من که دارم میرم رو به پایین. یعنی کاملا مرگ رو احساس میکنه آدم وقتی سن انسان بالا میره. تا زمانی که به این سن نرسیده معمولا ذهنش گرفتار مسائل دیگه هست. جوان هست، دنبال زیبایی هست، دنبال ازدواج هست، دنبال کار هست، دنبال درس هست، دنبال کار اجتماعی هست و امثال اینا. بیشتر به اینجور امور ذهنش مشغوله. اما وقتی سن بالا رفت و احساس کرده که داری میمیری، یک حال خاصی به انسان دست میده کاملا آدم احساس میکنه که واقعا مرگ و مردن واقعی است. حقیقتا انسان میره. با تمام وجود احساس میکنه آدم که در حال رفتن است. در چنین حالتی اون وقت یک دفعه این احساس در انسان به وجود میاد که خب حالا برای رفتن چه کار کردی؟ چه چیزی رو فراهم کردی؟ آدم تا وقتی یقین به رفتن نداره این سوال خیلی برای جدی نیست. وقتی یقین پیدا میکنه به رفتن، یقین پیدا میکنه که دیگه از جمع میره، از بین دوستانش میره، از بین خانوادهش میره، از بین همه اقوام و هر آنچه که دور و برش بود جدا میشه و تنهای تنها میره. پرسش مهم در ذهن انسان ایجاد میشه که خب حالا من چیکار کنم؟ چیکار کرده ام برای رفتن؟ به گذشتهش نگاه میکنه، میبینه که همش مشغولیت های بوده است که خیلی انسان را آماده نکرده برای رفتن. کارهای گذشتهش رو نگاه میکنه، سرگرمی هایش و اشتغالاتش و حتی اشتغالات
مثل درس و بحث و تدریس و فلان و فلان، همه اینا نگاه میکنه. بعد به روحش، به جانش نگاه میکنه، میبینه که اون کارهایی که داری 40-50 سال انجام داده، چیز قابل توجهی در روحش و جانش ایجاد نکرده. همون روح و جانی که میخواد بره. اینجاست که یک غم بزرگی در دل انسان به وجود میاد که عمر تمام شد و من باید برم و فرصت رو از دست میدم و کاری هم نکردم. چیکار باید میکردم؟ به آموزه های دینی که نگاه میکنیم، خب خدا میفرماید که شما میرید و بعد از مردنتان دوباره مبعوث میشید. همه انسان ها دوباره زنده میشید. یک عالم دیگری به اسم آخرت هست که در اونجا متولد میشید، که در اون عالم شما محاسبه میشید و بعد از محاسبه سرنوشتتان تعیین میشید، یا بهشت یا جهنم. خصوصیت اون عالم این هست که در اون عالم دیگه انسان کاری برای تعیین سرنوشتش نمیتونه بکنه. هیچ تغییری و هیچ تأثیری از قبل خود انسان وجود نمیاد. دنیاست که فقط دار عمل است، دار تغییر است، دار تأثیرگذاری است. شما در همین فرصتی که دارید 40 سال، 50 سال، 60-70-80، حد اکثر 90 سال، در همین فرصت هست که شما میتونید هر گونه تغییر را در خودتان ایجاد کنید. اما به محضی که از این دنیا رفتید، دیگه هیچ تأثیری و تأثیری وجود نداره. شما نمیتونید در خودتان تأثیر ایجاد کنید. دستتان کوتاه است از تغییر و تغییر. خب چیکار باید کرد؟ این تا اینجا رو که من عرض کردم که تجربه ماست دیگه. وقتی سن انسان بالا میره و احساس و یقین به مرگ پیدا میکند و یقین به رفتن پیدا میکند، اون سوال بزرگ که چیکار کردم برای رفتن وجود میاد. و بعد که به گذشتش نگاه میکنه، میبینه کاری نکردم، یک غم و اندوه بزرگی بر انسان مستولی میشه. البته رحمت خداوند واسع است، ناامید نمیشیم. بگیم خدای ما که 40 سال، 50 سال، 70 سال به نام تو زندگی کردیم، گرچه که خدایی زندگی نکردیم، اما به نام تو که زندگی کردیم، از رحمت واسع تو انشالله که محروم نباشیم. اما به هر حال ما وظیفه داریم، باید وظیفه خود را انجام بدیم. بعد که وظیفه خود را انجام دادیم، اون موقع می توانیم به رحمت الهی امیدوار باشیم. خب وظیفه ما چیه؟ چه کار باید کرد؟ مهمترین پرسش زندگی انسان همین، که چه کار باید کرد که وقتی دوباره زنده می شویم، که او زندگی زندگی ابدی است، مثل اینجا 40-50 سال نیست، چه کار باید کرد که در اون زندگی ابدی سعادتمند شویم؟ این پرسش اصلی زندگی انسان. هر کاری که انسان می کند در زندگی باید برای رسیدن به این هدف باشه. چه کار باید کرد که در اون زندگی جاودانه انسان سعادتمند باشه؟ این پرسش رو هر کسی هم نمیتونه جواب بده. کسی میتونه جواب بده که هم بر این عالم، هم بر اون عالم، هم بر سرنوشت انسان ها آگاهی داشته باشه. و او کیه؟ خداوند است. فقط خالق من و شما میتواند به این سوال پاسخ بده. هر کسی که ادعا بکند غیر از این، باطل است. مکاتب بشری، هر کسی که ادعا بکند چنین چیزی رو، غلطه، چون اونا نمیدانند آخرت چی هست.
چگونه هست، سرنوشت انسان اونجا چگونه محاسبه میشه. پس ما پاسخ این سوال رو باید از دین بگیریم، انتظار پاسخ از مکاتب دیگر رو نباید داشته باشیم. بریم سراغ دین، بریم سراغ آموزه های دینی، ببینیم که دین به ما چی میگه، به این سوال بزرگ زندگی چگونه پاسخ میده. وقتی که به منابع دینی مراجعه میکنیم، به قرآن کریم که اصل و اساس دین هست نگاه بکنیم، ببینیم که قرآن عالم آخرت رو برای ما ترسیم کرده، حوادث اونجا رو برای ما توضیح داده، چگونگی وقوعش رو برای ما گفته است، چگونگی سرنوشت انسان رو در اونجا توضیح داده است، همه اینا رو گفته. اگر با دل روشن، با قلب روشن، با بصیرت به قرآن نگاه بکنیم، این حقایق اون عالم و سرنوشت انسان در اون عالم کاملا توضیح داده شد و اینکه چه چیز انسان را در اونجا سعادتمند و رستگار میکنه و چه چیز انسان را در اونجا بدبخت میکنه، شقی میکنه، جهنمی میکنه. اینا چیزهاییست که در قرآن و در منابع دینی توضیح داده شد. یک از اون واقعیت هایی که در منابع دینی بسیار روی او تاکید شده است، مسئله محاسبه است. خب عرض کردیم که اون عالم عالمی است که انسان در اون عالم حاصل تمام زندگی در دنیا را اونجا جمع میکنه و سرنوشتش هم بر اساس همون تعیین میشه. خب تعیین سرنوشت در اونجا بر اساس زندگی در اینجا یک واسطه دارد، اون محاسبه است. خداوند انسان را زنده میکنه، مبعوث میکنه، بعد محاسبه میکنه. بعد از محاسبه اون وقت سرنوشت تعیین میشه که تو به کدام سمت باید بری. در این محاسبه خداوند یک تعبیر دارد. میخوام امروز اون تعبیر رو برای شما توضیح بدم. میگه ما در اونجا وقت انسان رو محاسبه میکنیم، میزانهایی داریم، ترازوهایی داریم. بر اساس اون ترازوها میسنجیم انسان رو. بعد میفرماید و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، اما من خفت موازینه فا امهو هاویه. این تعبیر من ثقلت موازینه سه بار در قرآن آمده است. فمن ثقلت موازینه فا اولایکه هم المفلحون در دو آیه این تعبیر رو دارد. فمن خفت موازینه اولایکه الذین ظلموا انفسهم. اما در سوره قارعه داره که و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ما هی نار حامیه. یعنی انسان محاسبه میشه و در این محاسبه باید سنجیده شود که میزان انسان سنگین هست یا سبک است. این دیگه جزء مسلمات حقایق قرآنه که انسان محاسبه میشه و در این محاسبه سبکی و سنگینی میزانهای انسان به دست میاد. خب میگه هر کس که میزانش سنگین باشد اون جاودانه در بهشت میماند، سعادتمند میشه، رستگار میشه. هر که میزانش سبک باشد به جهنم میره. خب این سوال پیش مطرح میشه که چی چیزی باعث سنگینی میزان انسان میشه؟ این اون عاملی که باعث رستگاری انسان هست، که سنگینی میزان هست، اون چی هست؟ در یک آیه این رو مطرح کرده خداوند. فرموده و الوزن و یوم اذن الحق. اونی که باعث سنگینی میزان انسان میشه با
باعث سنگینی موازین انسان میشه حق، فقط حق. این حق هست که باعث میشود میزان انسان سنگین شود و همین هم باعث میشود که میزان سبک شود. بستگی داره که انسان چقدر برخوردار باشد از حق. خیلی جالبه ها. پس ببینید محاسبه میشید، در این محاسبه سبک و سنگین میشید. هر کی میزان سبک بود به جهنم میره، هر کی سنگین بود به خوشبخت میشه به بهشت میره. بعد میگه والوزن یومئذ الحق، اونی که باعث سنگینی میزان انسان میشود حق. مطلقاً میگه، مطلق میگه، فقط حق است که باعث سنگینی میزان انسان. اطلاق این جمله والوزن یومئذ الحق با توجه به اینکه ما در منابع دینی داریم که انسان عقایدش سنجیده میشه، اخلاقش سنجیده میشه، اعمالش سنجیده میشه، عواطف و احساساتش سنجیده میشه، همه این سطوح چهارگانه وجود انسان سنجیده میشه. با توجه به این واقعیت وقت خداوند میفرماید والوزن یومئذ الحق، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشود که پس انسان باید در تمام این سطوح چهارگانه وجودیش برخورداری از حق باشه تا بتواند میزان سنگین شد. یعنی در عقایدش باید برخوردار از حق باشه، عقایدش مطابق با واقعیت باشه. یکی از خطرات بزرگی که ما انسان ها داریم، اختصاص به من شما نداره، اکثر انسان ها 99% انسان ها گرفتار این خطر هستن، عبارت است از افراط و تفرید در عقاید، باورها. در باورهای خودش دچار افراط و تفرید میشه. افراط و تفرید همیشه ملازم با دور شدن از حقیقت، یا بیشتر از حق یا کمتر از حق در اعتقاداتش، در باورهایش. خداوند میفرماید که اگر میخواهید رستگار شوید، اگر میزانتان میخواست سنگین شود، در بخش اعتقاداتتان باید حق باشید، مطابق با واقعیت ها. عقاید و باورهایتان باید مطابق با باورها باشه. واقعیت ها چیه؟ بزرگترین واقعیت اینه که این هستی یک خالقی دارد. این هستی یک خالقی دارد. همین انسان هایی که من و شما میبینیم کم و کودن ترینش از یک کامپیوتر پیچیده تر است. اون کامپیوتر پیچیده که خالق داشته باشه، این همه انسان ها با این همه استعداد ها و پیچیدگی های وجودی واقعا خالق نداره. طبیعت با این عظمت، با این نظم، با این زیبایی خالق نداره. این یک واقعیت است. بزرگترین واقعیت اینه که این هستی یک خالقی دارد. واقعیت دیگر این است که این هستی یک سرانجامی دارد. واقعیت دیگر است که این خالق با انسان سخن میگوید. خواسته هایی دارد این خالق، صفاتی دارد این خالق. اینا واقعیت های این هستی است. باورهای ما باید مطابق با این باشه. اگر کسی معتقد به این خالق نباشه، یا خالق را آنگونه که خودش معرفی کرده نشناسد، باورهایش خلاف واقعه، حق نیست، باطله. انبیاءش رو، اولیاءش رو، ائمه رو معرفی کرده است، گفته است اینها راه های رسیدن به من هست. و اگر اونا رو همونطوری که او معرفی کرده ما نشناسیم، باورهای ما خلاف حقیقت. یعنی ما در بخش اعتقادات از حق فاصله گرفتیم و نتیجهش مشخصه دیگه، و من خفت موازیم. این در بخش عقاید. میام در بخش اخلاق. صفات نفسانی که در وجود ما هست، اینها هم حق و باطل داره. صفات نیک
اینا صفاتی است که برخورداری از حقیقت. صفات زشت صفاتی است که از سنخ باطل است. اگر ما واقعا میخواییم این جان را ببریم به سمت خدا بعد از مرگ و امیدوار باشیم که جان ما برخورداری از حقیقت است، یک بخشی از این حقیقت همین صفات نفسانی است که در ما هست. ما باید یک نگاهی به درون خود بکنیم، به صفات نفسانی خود یک نگاهی بکنیم، ببینیم واقعا چه صفاتی در ما هست. آیا حق طلبی، حق گرایی، عدالت خواهی، سخاوت، خیرخواهی، اینا در وجود ما هست یا نه حرص و طمع و حسادت و شهرت طلبی و دنیاگرایی و امثال اینا؟ اینا رو باید نگاه کنیم در وجود خود، چون گفتم دیگه رفتن قطعیه. رفتن قطعیست، محاسبه قطعیست، سبک و سنگین کردن ها قطعیست. پس اگر میخوایم خود را آماده کنیم برای اون لحظات، از حالا باید یک نگاهی به درون خود بکنیم، ببینیم که واقعا این صفاتی که در درون ما هست که منشأ رفتار ما هست، این صفات چگونه است. اگر دیدیم که واقعا صفاتی که در وجود ما هست در این جان ما رسوخ کرده و جان ما را به رنگ خودش در آورده، اگر صفات فاضله هست، صفات نیک هست، صفاتی است که خداوند نسبت به او راضی است، باید خوشحال باشیم، خداوند را شکر بکنیم. خدایا شکرت که به ما توفیق داده که چون صفات در جان ما به وجود بیاد و روح ما با این صفات مزین شد. ولی اگر خدای نخواست صفات رذیلی در نفس ما باشه، باید در اولین فرصت توبه بکنیم و از خداوند توفیق بخواهیم که اینا تغییر بده. تصمیم بگیریم بر تغییر. از همون لحظه‌ای که متوجه شدیم باید تصمیم بگیریم بر تغییر. چون مرگ هیچ وقت خبر نمی کنه. همین مرگ قطعی که قطعی هست هیچ وقت خبرم نمی کنه که من کی میام که به تو فرصت داده شود. بنابراین هر لحظه ممکنه بیام. پس ما از اولین لحظه‌ای که متوجه میشیم به این حقیقت که در وجود ما، در درون ما، در باطن ما تاریکی های وجود داره، زشتی های وجود داره، درمون اولین فرصت باید سعی کنیم که اینها را از خود دور کنیم. یک توبه عمیق، یک توکل عمیق بر خداوند و یک درخواست دردمندانه از خداوند. درخواست دردمندانه ها، این را تأکید دارم. این دعاهایی که من شما میکنیم 90% دعای واقعی نیست. چون خداوند خودش فرموده که اگر دعا بکنید من اجابت میکنم. وعده الهی که قطعیه. خداوند که تخلف نمیکنه در وعدش. اما میبینیم که دعاهای ما استجابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه او واقعی نیست. از روی درد نیست. از روی سوز دل نیست. و الا از روی درد و سوز دل باشه امکان نداره که اجابت نشه. سعی کنیم یک دعای دردمندانه، سرنوشت تاریک خود را پیش چشم خود مجسم بکنیم. اون غم و اندوهی که گفتم که بر انسان حاصل میشه او رو در خود احساس بکنیم. با همون درد از خداوند بخوایم که خدای ما به تو پناه ببریم. دیگه راه دیگه غیر از رحمت تو ما نداریم، راه دیگر غیر از توفیق تو ما نداریم. واقعا لا مؤثر فی الوجود الا الله. یعنی یک وقت شما به همین نتیجه خواهید رسید که هیچ عاملی، هیچ نیرویی در این هستی جز او نیست. هیچ نیروی. تمام این عواملی که شما الان در زندگیتان میبینید که اینا نقش داره در زندگی ها، اینا همه ابزارهایند. ابزارهایند. صاحب ابزار اوست. اوست که در قلب این شخص یک چیز را ایجاد میکند، قلبش نسبت به شما نرم میشه، کار شما را انجام میده. اوست که در قلب این شخص تغییر ایجاد میکند، نسبت به شما بدبین میشه، کار شما را انجام نمیده. ببینید دلها همه به دست اوست، کارها همه به دست اوست.
همه انسان ها، همه عوامل ابزار برای اوست. یک شعری مولانا در مولای جلال الدین بلخی داره، خیلی شعر قشنگ است اگر من یادم بیاد، میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. علم یعنی پرچم. دیدید روی پرچم ها شیر نصب میکنن، نقاشی میکنن؟ این پرچم وقتی که باد میخوره بهش تکان میخوره، او شیرم تکان میخوره. میگه ما همه شیر هستیم، ما همه شیر اون پرچمیم که حمله من از باد باشد دم بدم. یعنی باد که میخوره ما تکان میخوریم، فکر میکنه که حمله میکنه. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حمله من پیدا و ناپیداست باد. میگه حمله ما، تکان خوردن ما مشهوده، همه میبینن، اما اونی که این حمله رو ایجاد کرده او ناپیداست. که چی باشه؟ که باد است. حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. اون ناپیدایی که این حمله رو ایجاد میکنه، اون جان فدای او باد که خداوند. کل هستی حرکتش، سکونش، تأثیر و تأثرش از اونه. بنابراین وقتی که ما به این نتیجه برسیم که خدایا ما هیچ کاری نکردیم و داریم میریم و شما باید توفیق بدی، دردمندانه دعا بکنیم. دردمندانه باید دعا بکنیم. اگر دردمندانه و دلسوزانه دعا بکنیم، خداوند این توفیق را خواهد داد. خب اینن در بخش اخلاق. پس ما در بخش عقاید باید برخورداری از حق باشه باورهای ما. در بخش صفات اخلاقی هم باز برخورداری از حق باید باشیم، یعنی صفات فاضله، صفات نیک رو در وجود خود ایجاد کنیم، روح خود رو از صفات زشت دور کنیم. بخش سومی وجود انسان، عمل انسانه. عمل انسان، عمل هم باز دو قسمه، عمل حق داریم، عمل باطل داریم. عمل حق تمام اعمال صالحی که انسان انجام بده حق، و تمام معاصی و گناهانی که انسان انجام بده باطله. چرا؟ برای اینکه حق الحقایق عبودیت انسان. هیچ حقیقت بالاتر از این حقیقت نیست که انسان ها عبدند، بندند، مولای دارند، صاحب دارند که باید از او اطاعت کنند. پس تمام اعمالی که در دایره اطاعت از خداوند صورت میگیرد مطابق با حقیقت وجودی انسان، مطابق با حقیقت این هستی، و هر اعمالی که از دایره اطاعت خارج میشه میشود خلاف حقیقت وجودی انسان، خلاف حقایق این هستی، و در نتیجه باطل. پس تمام اعمالی که مصداق اطاعت خداوند است، این اعمال صالح، این میشه حق. تمام اعمالی که معصیت و گناه شمرده میشه، میشه باطل. خب اگر ما بخواهیم این بعدی از وجود خود را، این نکته دیگر را اینجا اضافه بکنم، ما فکر میکنیم که عمل مجموعه حرکاتیه که ما انجام میدیم با دست و پا و زبان و چشم و گوش. اینها ظاهر کاره. هر حرکت و سکونی که ما انجام میدیم یک تأثیری در روح ما میگذارد، روح ما را شبیه خودش میکنه. چقدر زیبا فرموده است قرآن کریم در باب عمل. وقتی که فرزند نوح غرق میشه، حضرت نوح به خداوند عرض میکند خدایا تو وعده داده بودی که اهل بیت منو نجات میدی از این هلاکت و طوفان، فرزندم هم که جز اهل من بود. دیگه نمیگه چرا نجات ندادی، این دیگه ادب عبودیت اینو نمیگه، فقط همینو میگه که وعده تو حق است، تو وعده داده بودی که اهل بیت منو نجات میدی و فرزندم جز اهل بیت من بود، اهل من بود، وعده تو هم حق. اما خداوند چی میگه؟
میگه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. خیلی جالبه ها. میگه او اهل تو نبود، او عمل غیر صالح بود. ببینید تعبیر رو، نمیگه که دارای عمل غیر صالح بود. فرق است بین این دو تعبیر. یک بار میگیم او دارای عمل غیر صالح بود، یک بار میگیم او عمل غیر صالح بود. تعبیر دوم چی رو نشان میده؟ تعبیر دوم رو نشان میده که انسان اصلا وجودش تجسمی از عمل است. وجودش عین عمل است. این هر عملی که انسان انجام میده وجودش را شبیه او درست میکنه. روح انسان، جان انسان، باطن انسان اصلا حاصل همون عمل است. این عمل رو اگر شما جنبه ملکوتیش رو بگیرید میشود وجود انسان. پس انسان چیزی جز همون عملش نیست. این عمل است که باورهای شما را ترسیخ میکند در وجود شما. این عمل است که باورها را در شما ایجاد میکند، اخلاق را در شما ایجاد میکند و الی غیر ذلک. پس عمل خیلی نقش مهمی در وجود ما داره ها. خیلی. با همین تعبیری که عرض کردم، قرآن میگه که او اصلا عمل غیر صالح است. او اهل تو نیست، او عمل غیر صالحه. نمیگه انسان دارای عمل غیر صالح، میگه او عمل غیر صالح اصلا. این غیر از عمل چیزی دیگری نیست انسان. انسان است و عمل. جان حاصل عمل است. خب اگر ما بخوایم این عمل رو اصلاح بکنیم و به حق نزدیک بکنیم که بخش اعمال ما، میزان اعمال ما سنگین شود، چاره جز این نداریم که این اعمال رو ببریم به سمت حق و حقیقت رو در بخش اعمال خود در نظر بگیریم که اون اعمال صالح است. میماند بخش چهارم وجود انسان که عواطف و احساسات باشه. بخش اعتقادات، بخش صفات نفسانی، بخش اعمال و بخش عواطف و احساسات. یک بخش مهمی از وجود انسان همین عواطف و احساسات است. دوستی ها و دشمنی ها که منشأ گرایش های انسان در زندگی. این دوستی ها و دشمنی ها، این عواطف و احساسات بخش مهمی از وجود انسانه و یکی از لغزشگاه های وجود انسان. لازم هست که ما به این عواطف و احساسات خودم یک نگاهی بکنیم، ببینیم واقعا ما به کی عشق می‌ورزیم، به کی علاقه داریم، به کی تمایل داریم، به چه کسانی، به چه گروهی، به چه کارهایی و از چه کارهایی متنفریم. این خوشی ها و ناخوشی ها، دوستی ها و دشمنی ها را باید پالایش کنیم در وجود خود. الان ببینید بدبختی ما انسان ها رو، آقا خودشون میکشه برای فلان حزب، خودشون میکشه برای فلان قوم. آیو حزب و قوم چی به دردتون میخوره؟ فردا که تو تنها میخوای بری تو اون قبر، نزدیکترین کست نمیتونه به دردت بخوره، چه برسه به اون حزبت، به اون قومت، به اون قبیلت، به اون نمیدونم هم محلت فلان چیزا. چی اینا؟ توهمات. همش عواطف خود را میبره به یک سمتی که هیچ و پوچ، باطله. عواطف باید حق باشه. حق بودن عواطف به اینه که همون چرا که واقعیت هست دوست داشته باشه، اون چرا که واقعیت نیست دوست نداشته باشه. اون چی که در سرنوشت تو تأثیر دارد دوست داشته باشه، اون چی که در سرنوشت تو دوست تأثیر ندارد دوست نداشته باشه. این معنای حق و باطل عواطف احساسات. اگر شما همین رو فقط یاد بگیرید، همین رو یاد بگیریم که عواطف احساسات ما هم باید حق باشه، اون از خیلی از این دلبستگی هایی که الکی ما داریم نسبت به اشخاص، نسبت به گروه ها، نسبت به قوم و قبیله و عشیره و فلان و فلان و فلان، اینا همش باد هواست. توهمات. توهمات. تو باید به پیشوایت، به ائمت که میتواند در روح تو تأثیر بگذاره، به اونها باید علاقه داشته باشی، به اونها باید عشق بورزی، به خدایت، به پیامبرت، به ائمت،
به اونها نزدیک شوی و از دشمنانش هم باید متنفر باشی. پس خلاصه کنم عرض خودم را، زیاد وقت شما را نگیرم. عرض کردم که شما که جوان هستید، شاید نمیگم همه دار، غالبا اینجوریه که تا وقتی انسان جوان هست واقعیت های زندگی را آنگونه که باید یقین بکند یقین ندارد. اما وقتی سن که بالا میره واقعیت های زندگی خودش را بر انسان تحمیل میکنه. یکی از اون واقعیت ها همین مرگ است، مردن است، که لا محاله انسان میمیره. هیچ انسانی وجود نخواهد داشت که نمیرد. کل نفس ضائقه الموت، هر جانداری چی برسه به انسان، هر جانداری بالاخره از این کره خاکی یک وقتی میره زیر خاک. یک واقعیت. خب وقتی این یک واقعیت بود، اون وقت با آمدن مرگ فرصت ها از انسان گرفته میشه، فرصت تغییر و تاثیرگذاری از انسان گرفته میشه. خب وقتی فرصت تغییر نداشته باشه انسان، از یک طرف هم به گذشتهش نگاه بکنه ببینه هیچ کاری نکرده، آیندهش تاریکه، خیلی غصه پیدا میشه برای انسان. اون بندهی که در سن جوانی متوجه این واقعیت بشه، من فکر میکنم یکی از بندگان محبوب خداست. این اون جوانی، اون طلبه جوانی که در جوانی متوجه شود که باید خودش را برای مردن آماده بکنه، جز اولیای الهی است. خدا به او یک لطف کرد، یک عنایت کرد. مردن را جدی بگیریم، محاسبه را جدی بگیریم، سبب سنگینی میزان را جدی بگیریم. اون وزنی که باعث سنگینی میزان انسان میشه را جدی بگیریم. عرض کردم در 4 ساعت وجود خود ما باید اون سنگینی رو ایجاد کنیم، هم در باورهای خود، هم در اخلاق خود، هم در اعمال خود و هم در عواطف و احساسات خود. اگر خداوند این توفیق رو ما بده که در این 4 بخش سمت حقیقت بریم، حالا اگر نتوانستیم همه حقایق رو در وجود خود پیاده کنیم، حداقل بریم به سمتش، حقیقتگرا شویم، حنیف شویم، حقیقتگرا شویم، بریم به سمت این که این حقایق در وجود ما پیاده بشه، امیدی هست انشالله که خداوند ما را مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار بده. این نکته بود که میخواستم خدمت شما عرض کنم، چون مشغله ذهنی خودم و دغدغه ذهنی خودم همیشه هست، خواستم شما را هم قبل این فضای مجازی ها شما را هم در این دغدغه مشترک بکنم، شریک بکنم، شما را دغدغه را با شما به اشتراک بگذارم که شما همین دغدغه را پیدا کنید. قبل از اینکه به سن من برسید شما شروع کنید، چون سن ما دیگه الان گذشته دیگه، ولی شما الحمدلله جوان هستید، انرژی دارید، توان دارید، انگیزه دارید، فرصت دارید. سعی کنید از این فرصت ها، از این انگیزه ها و توانتون در راه اون هدفی که برای او آفریده شده اید و بعداً با او سر و کار خواهید داشت، در اون راه حرکت کنید، درس بخوانید، یاد بگیرید، عالم بشوید. اما علم تنها یادگیری 4 تا مفهوم نیست. اون حقایق آگاهی که جان انسان رو تغییر میده، او اصله. او رو باید دنبال کنید که انشالله وقتی از این دنیا میرید دیگه پشیمان نباشید. از خداوند میخوایم که به قداست اولیاش به ما توفیق بده که در لحظه لحظه زندگی این آگاهی و بصیرت و این یقین رو پیدا بکنیم و به ما توفیق بدهد که توبه بکنیم و به ما توفیق بدهد که در راه او زندگی بکنیم و در راه او هم بمیریم و عاقبت همه ما انشاءالله به خیر باشه. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی